شماری از مکاتب دولتی که در مرکز و ولسوالی های فرا به دلیل تهدید طالبان مسلح مسدود شده بود دوباره بازگشایش شد. مسئولین معارف تعداد این مکاتب را 52 باب عنوان می کنند و تاکید دارند که این مکاتب با همکاری بزرگان و در تفاهم با طالبان مسلح باز شده است. همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا گزارش می دهد. ده ها باب مکتب دولتی طی سال جاری به دلیل تهدیدات مخالفان مسلح دولت در مرکز و چندین ولسوالی ولایت فرا مسدود شد که این مسئله باعث شد تا هزاران دانش آموز به مکتب نروند. محمد صابر فاروقی رئیس معارف ولایت فرا میگوید 52 مکتب که در مرکز و ولسوالی شیبکوه و پشت کوه قلعه‌کاه ولایت فرا در نتیجه تهدیدات مخالفان مسلح دولت مسدود گردیده بود از روز شنبه رسما دوباره باز شد. دو پیندوز باب مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې او د فراه مرکز یعنې شاوخوا سیمو وه ټول تر تهدید لاندې وه، ځینې بند سوه، ځینې تر دغه دمه خلاص وه خو ګواښ وه. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېدی د مکاتبو دخوا دا مکاتب یعنې خلاص وه. رئیس معارف ولایت فراه میگوید مکاتب مسدود شده بعد از صحبت‌های مستقیم و روبروی عالمان دین و سران قومی ولایت فراه با مخالفان مسلح دولت گشایش یافته است. به گفته وی گروهی از طالبان مسلح که این مکاتب را با تهدیدات مسدود نموده بودند به عالمان دین و بزرگان قوم وعده سپرده است که دیگر مکاتب را تهدید و مسدود نخواهند کرد. ستر همکاری چیز مشتر وکل اغا علما و زده طول چخه منه نکوم در طول علما چخه در فراه شار علما چخه متنفذین چخه در قومی مشران چخه شورای ولایتی چخه طول همکاری وکل او در شخص ولی سب څخه ډیر مننه نه کوم چې د حکومت داری په بخش کې نمشته فرصت راکې چې مش تقریبا دوی هفته فرصت وغوښتل. در همین حال عبدالرحیم حیدری ولسوال شیبکوه ولایت فراه با تایید بازگشایی مکاتب ولسوالیشان میگوید این بار طالبان مسلح اجازه داده است که مکاتب اناس ولسوالی شیبکوه فراه نیز با اجازه خود آنها بازگردد و برای عالمان دین و سران قومی ولسوالی شیبکوه وعده داده است که همچنان اجازه نخواهند داد که دیگر افراد مسلح نیز مکاتب را تهدید نمایند. غیر مستقیم با جوانا و با متنفذین علما شوراهای محل خود اولیای شاگردان از مدتی که چی شده ما دست به کار بدیم کوشش کردیم که اینمی رو بفهمانیم بیشتر به شوراها و مردم جوانا که شما حرکت بکنید. دیگه خوشبختانن امروز روز اول شروع دوباره مکاتب است. هرچند باز کردن دوباره مکاتب مسدود شده فرا بعد از اجازه طالبان مسلح شهروندان فراه را خرسند ساخته است، اما قدرت مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی های فراه و حضور سمبولیک دولت در ولسوالی ها شهروندان فراه را نگران ساخته است.